در هر آنچه که در طول 30 سال گذشته 31 سال گذشته در کشور ما اتفاق افتاده سهیم بوده و دخیل بوده. خب پس ما در این صورت هنر درک زمامداران حکومت اسلامی رو، سردمداران حکومت اسلامی رو از سیاست دیگه تا حدود زیادی میدونیم. بنده قشنگ میدونم میر حسین موسوی کیست، کجا ایستاده، چگونه تفکر میکنه و خواسته نهایی میر حسین موسوی چیست، یا کروبی چیست، یا خامنه ای چیست، یا رفسنجانی چیست، یا احمدی نژاد چیست، یا دیگران که حول اینها قرار دارن چیست. استمرار و حفظ حکومت اسلامی در کلیت و در تمامیت. بعد از 31 سال جنایت در درون ایران توسط این قشری که کشور ما رو اشغال کرده، بزرگان سیاست کشور ما، اندیشمندان ما، روشنفکران ما، دگر اندیشان ما از هر سمت و سوی با هر تفکری، با هر اندیشه‌ای، با هر بینشی، با هر ایدئولوژی سیاسی، راست، چپ، وسط، میانه، طرفدار نظام پادشاهی، طرفدار جمهوری، طرفدار کمونیست، مجاهد خلق، مارکسیست لنینیست، این اون هر کدوم اینا بالاخره چند تا چهره، چند تا به اصطلاح فیگر در درونشون هست دیگه. اینها در طول 30 سال گذشته آیا به درک این واقعیت رسیدن که همگی باید همزمان دستای همدیگر رو با به دور گذاشتن تفاوت سلیقه های سیاسی و با به دور کنار گذاشتن گذشته در تاریخ معاصر ما فقط به یک هدف و اون براندازی و سرنگونی رژیم اسلامی در کلیت و در تمامیتش سر یک میز نشستن و به یک هدف واحد با هم همکاری کردن که سرنگونی این رژیم باشه رسیدن؟ نرسیدن. چرا نرسیدن؟ چون 75% این گروه‌های مختلف سیاسی این رژیم رو فرزند خلف خودشون میدونن. ممکنه ازش تنفر داشته باشن، ممکنه باهاش دشمنی داشته باشن، ولی somehow تو ضمیر خودآگاه خودشون و شاید ضمیر ناخودآگاه خودشون، چون آلات و ابزاری بودن در دست استثمار خارجی برای تغییر و تحولی که 31 سال پیش در کشور ما اتفاق افتاد، جان دادن، کشته دادن و میخواستن و بعدها گفتن انقلاب را از ما دزدیدن و این گونه مسائل، هنوز به دنبال پس گرفتن انقلابی هستن که به قول خودشون آخوندها از اینها دزدیدن. به فکر این نیستند که این نظام رو همه با هم دست به دست هم بدن ورش دارن و بعد با تشریک مسائی، با وحدت عمل و با رسیدن به یک به اصطلاح اندرستندینگ، فهم و شعور بعد از مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال جنگ های فرقه‌ای، جنگ های ایدئولوژیکی، جنگ های مسلکی، که آقا ما میخوایم دیگه، چون خیلی از ما هم 20-30 ساله 40 ساله داریم در خارج در کشورهای متمدن زندگی میکنیم دیگه، متجدد داریم پیشرفته زندگی میکنیم، هی دموکراسی دموکراسی میکنیم، این دموکراسی رو معنی و مفهوم واقعیش رو درک کردیم؟ آیا آنهایی که هنوز خودشان را روشن فکر و سیاست مدار و فیگرهای حتی در بطن وجود خودشون اصلی و اساسی میدونن، کارساز میدونن، هنوز بعد از 30 سال با صدها صفحه سیاه در کارنامه سیاسیشون هنوز وسط میدان هستن، به درک این واقعیت رسیدن که این رژیم رو باید یک زبدر قرمز علامت ورود ممنوع زد و در واقع این تابلوی ورود ممنوع رو برداشت و به یک طریقی نابودش کرد و اینها رو ریختشون دور و تمومشون کرد؟ هنوز که هنوز رأی من کو، هنوز که هنوز
به نحوی از زنها موسوی بازی و چرا؟ چون مثلا این سیاستیه که مثلا آمریکایی‌ها میخوان، وایس آف امریکا میخواد، بی بی سی میخواد، این میخواد، اون میخواد. پس سیاستمداری، روشنفکری، اندیشمندی که هنوز تو این بازی‌ها هست یا مزدور، جیره‌خوار، حقوق بگیر، وابسته است و یا ابله، اصلا به جای روشنفکری تو مغزش پهنه و یا مغرض و کینه ورز، از این سه حالت که دیگه نمیتونه خارج بشه. اگر هنوز روشن فکری چه در طیف راست چه در طیف چپ چه در وسط باقی مونده که فکر میکنه این رژیم باید در درون خودش به هم بریزه و یک نفر از درون همین رژیم یا یک گروهی از درون همین رژیم باید بیاد این سامانه رو پایین بکشه، باز داره خیانت به ملت ایران میکنه، چون این حقه و این کلک و این سیاه بازی رو در زمان خاتمی پیاده کرد. اینجاست که حافظه تاریخی باید به یاریمون بیاد. سیاست هنر استفاده از فرصتها و دست کم یک گام دورتر رو دیدن و پیشا پیش عوام، مردم عادی حرکت کردن و باید این رو خیلی آگاهانه به درک واقعیتش رسید که سیاست تأخیر نمیپذیر. امروز اگر تلویزیون آریامهر کوچکترین تعللی، تأخیری در کارهاش بخواد در مقابل سناریو سازان، پروژه سازان و یا بازیگران صحنه های تئاتری که شورای امنیت ملی حکومت اسلامی و یا اربابانش میخوان پیاده کنند تا یا برای رژیم وقت بخرن یا بتونن به هر جهت حفظ منافع اربابان رژیم رو بکنن یا به یک طریقی 8 سال دیگه از درون همین رژیم یک بازی دیگری رو آفرینشش بدند، بیافرینند، تنها این رسانه است که شده اون کابینت های در مغز شما، در ذهن شما که هی پرونده ها رو میکشه بیرون، به حافظه تاریخی شما رو دوباره به یادتون میاد. سیاست تأخیر نمیشناسه. استراتژی و تاکتیک خودش رو سیاست بر اساس تصمیم و خط دیگران بنا نمیکنه. اونهایی که سیاست های خودشون رو بر اساس خط دیگران، بر اساس خط این ابرقدرت، اون کشور، اون توصیه اون اندیشمند، اون روشنفکر، اون توده‌ای، اون کنفدراسیونی سابق، اون نمیدونم چی تعیین میکنن، اونها سیاست مدار نیستن. سیاست تأخیر نمیشناسه و استراتژی و تاکتیک خودش رو بر اساس تصمیم و خط دیگران بنا نمیکنه. هنر سیاست، یکی از بزرگترین هنرهای سیاست، فرصت طلبانه به انتظار موقع مختزی ننشستنه. یعنی اگر بخوایم ما سیاست مداری داشته باشیم که نشسته و فقط موقع یک فرصت مناسب، یک حضورتون عرض کنم که فرصت مختزی است که مثلا یک حرکتی در بازی شطرنج سیاسی که داره میکنه انجام بده. برای همینه میبینید ما 31 سال گذشته و هنوز یک سیاست مداری، یک رهبری، یک برنامه‌ای عملی برای براندازی و سرنگونی رژیم نداریم. 9 ماه مردم دارن به خیابان‌ها میان به صورت میلیونی، رهبریتی وجود نداره، از برون از مرزهای ایران نتوانستن یک قدم به این بچه‌ها نزدیک بشن، فقط براشون کپ زدن و در شب حادثه فیلماشون که یوتیوب کردن اونا به رخ ما کشیدن، دادن بیرون. یه دم در خارج از کشور نشستن یه مقدار زیادی از این فیلم ها رو ادیتش کردن و عکس موسوی رو یه گوشش گذاشتن و سبز بهش اضافه کردن و موج سبز و این سیاه بازی، در حالی که بازی اصلا این نیست.
موسوی بهانه بود، کل نجیم نشانه بود، مردم به این